سلام و درود، با آموزش 0 تا 100 رنگ پارت 4 خوش اومدین. لطفاً اگر هنوز مشترک کانال نشدید اون دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال بشید، زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما با خبر بشید. در این پارت میریم سراغ آموزش شناخت مو. دوستان، شمایی که میخوای کار با مواد شیمیایی مثل رنگ و پودر دکلوره و این چیزا انجام بدی، باید یه مقداری شناخت داشته باشی از مو. نمیخوام زیاد وارد این چیزا بشیم، فقط تا اندازه‌ای که به درد کارمون بخوره. قبل از این که ما بخوایم به حالت مو، زخامت مو، اندازه مو نگاهی بندازیم، بهتره که قبلش موی اون شخصی که میخوایم براش کار انجام بدیم و بشوریم و بعدش بیاییم ببینیم حالت موی طرف چیه، چجوریه، صافه، موجداره یا مجعده یا فره. اوکی، بعدش شستم ببینیم این موش حالتش چیه. بعدش میریم سراغ زخامتمون، نازکه، زخامتش متوسطه یا زخامتش زخیمه، موی زخیمیه. و بعدش اندازه واقعی مو رو نگاه کنیم. وقتی مو رو بشوریم اندازه واقعیش خیلی بهتر دستمون میاد که این مو بلنده، کوتاه، متوسطه. مو رو که شستیم یه سشوار معمولی میکنیم که فقط خوش بشه، بعد اندازش رو نگاه میکنیم این مو بلنده یا موی کوتاه یا موی متوسطه. اینا رو بعد از شستشوی سر نگاه بهشون میندازیم که ببینیم این مو چجوریه. اینا خیلی لازمه، باید این چیزها رو بدونیم که با شناخت بهتر و تسلط بهتر در مراحل کار پیش بریم و ادامه بدیم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید دوستان. آدرس اینستاگراممو که میدونید مثل همیشه در بخش توضیحات گذاشتم و آدرس کانال تلگراممم در بخش توضیحات. بچه ها لطفاً در کانال تلگرام من عضو بشید. در کانال تلگرام من عضو بشید چون من ویدیوهایی که آپلود میکنم جدید مستقیم لینکشو میفرستم تو کانال تلگرام و اینجوری شما میتونید خبردار بشید که ویدیوی جدید اومده. مرسی که تا اینجا همراه من بودید دوستان. تا پارت بعدی، بدرود.